وزارت دفاع طالبان: درگیری ها در بلخ پایان یافته است. رئیسی: آمریکا و ناتو عامل کشت و بخش کوکنار افغانستان در سراسر جهان بودند. جنگ اوکراین: روسیه با موشک های کروز کیف را هدف قرار داد و همچنان در پایان کسی که مولای میدی را در دام بلا انداخت. معاون دوم ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شماری از علما و بزرگان اهل تشیع بلخ بر جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان در بلخ تاکید کرده است. به نقل از تولو نیوز، پس از پخش گزارش ها درباره درگیری ها میان نیروهای امارات اسلامی و فرمانده مولای میدی در اولسوالی بلخ سرپل، اکنون وزارت دفاع از پایان این درگیری ها سخن می زند. در همین حال معاون دوم ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شمار از علما و بزرگان اهل تشیع بلخ بر جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان در بلخ تاکید کرده است. از سوی دیگر برخی از نهادهای جهانی به شمول سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواهان حفاظت از غیر نظامیان در بلخ شده است. رئیسی: آمریکا و ناتو عامل کشت و پخش کوکنار افغانستان در سراسر جهان بودند. رئیس جمهور ایران میگوید در دو دهه تسلط آمریکایی ها و ناتو در افغانستان مواد مخدر تولید و از سنت به صنعت تبدیل و در سراسر جهان توزیع میشد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در یک سخنرانی به مناسبت 26 جون روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که حضور آمریکا و ناتو سبب افزایش کشت کوکنار در مناطق جنگ زده افغانستان شد. رئیس جمهور ایران گفته است که حضور اقدامات ایالات متحده و ناتو در افغانستان منجر به افزایش کشت کوکنار شد و تولید مواد مخدر به یک صنعت پردرآمد مبدل شد. او افزوده است در طول دو دهه حضور آمریکا و ناتو مواد مخدر در افغانستان تولید و در سراسر جهان توزیع شد. رئیس جمهور ایران از جهان خواست تا به گونه مشترک با مواد مخدر مبارزه کنند، زیرا این کار به تنهایی ممکن نیست. هرچند طالبان کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده است، اما به گفته برخی از منابع محلی فرماندهان طالبان هنوز هم به خرید و فروش مواد غذایی ادامه می‌دهند. جنگ اوکراین: روسیه با موشک‌های کروز کیف را هدف قرار داد. همزمان با آغاز نشست سران کشورهای عضو گروه G7، روسیه روز یکشنبه کیف پایتخت اوکراین را هدف موشک‌های کروز قرار داد. بر اساس گزارش‌ها چندین موشک کروز روسیه به کیف پایتخت اوکراین اصابت کرده که باعث انفجارهای بزرگ و آسیب رساندن به یک ساختمان مسکونی شده است. گفته می‌شود بخش از طبقات بالای این واحد مسکونی تخریب شده که در جریان آن 5 نفر زخمی شدند. مقاومت: آخرین انتخاب مردم که دوست ندارند حذف شوند. طالبان به عنوان یک گروه به شدت افراطی، نزدگرای دینی، ستیز و دشمن خاص با گروه‌های قومی و اقلیت‌های دینی و مذهبی ساکن در افغانستان دارند، چیزی که از بعد از تأسیس این گروه تاکنون پوشیده نبوده است، جمعیت علمای اسلامی پاکستان. افراد این گروه را برای جهاد در برابر ارزش‌های نوین و جریان‌های دینی و عرفانی مانند اهل تشیع و سیک‌ها آموزش داده و وارد بازار جنگ افغانستان می‌کند. این انگیزه دینی می‌تواند در یک بُعد از جنگ افغانستان بررسی شود. روزنامه صبح کابل. فرمانده هزارتبار طالبان که اکنون از صف این گروه بیرون شده، در برابر طالبان به جنگ چریکی رو آورده. از زنان و کودکان و کهنسالان برخوابی از وحشت افراد طالبان ناچار شدند که به کوه و بیابان پناه ببرند. در میان آنها پیرمردی بوده که توانایی بالا رفتن از کوه را نداشته است. افراد طالبان با وارد شدن به بازار کونه بلخاب این پیرمرد را سر بریدند. پیش از آن دو غیر نظامی را که گفته می شود از نزدیکان یک فرمانده پیشین خیزش مردمی بودند، تیرباران کردند. در یکی از موارد سه عضو یک خانواده در روستای تشخار و دهنه ترخونج از سوی افراد طالبان تیرباران شدند. در مورد دیگر جنگجویان نظامی طالبان در بلخاب دو چوپان و سه کشاورز را تیرباران کردند. با شدت گرفتن جنگ در پنجشیر، این بار دوم است که طالبان در شمال کابل و به ویژه خیرخانه تلاشی خانه به خانه را برا انداختند. در فاصله زمان این دو تلاشی ده ها مورد از خشونت و شکنجه افراد طالبان رسانه‌ای شد که افراد این گروه جوانان، روستاییان و کسبکاران پنجشیری و اندرابی را به جرم همدستی با جبهه مقاومت دستگیر و به زندان انداختند.
بر روایت منبع از بریان پنجشیر، وقتی که طالبان وارد این ولسوالی می شود، دو جنگجو این گروه روی سوراخ کردن میان ابروی نوجوانی که در آن آبیاری کشزارش بوده است قمار می بندن. در کنار آن، افراد این گروه غیر نظامیان را به بهانه های مختلف همدستی با جبهه مقاومت تیرباران کردند که پس از هر روز یک جسد از دریای پنجشیر یافت می شود. در مناطق جنگ که زیلیان دارد، جنگجویان جنگی به وفور رخ می دهد. منابع گزارش دادند که طالبان در جریان حمله به بلخاب افراد استشهادی را نیز با خود داشتند. افراد کاذر از خودشان را برای کلیشه هایی که در ذهنشان ترزیق شده است منفجر کنند. مواردی که در بالا گفته شده است آخرین موارد و کوچکترین نمونه از قساوت و جنایت است که افراد گروه طالبان به باکانه مرتکب می شوند. ریشه این قساوت ها و جنایت جنگی برمیگردد به باورهای سفت و جمود دینی و بینش برتری قومی که بر بنیاد آن افراد این گروه به جبهه های جنگ فرستاده می شوند. طالبان به عنوان یک گروه به شدت افراطی، نزگرای دینی، ستیز و دشمنی خاص با گروه های قومی و اقلیت های دینی و مذهبی ساکن در افغانستان دارند. در بود دیگر که ستیز گروه طالبان با سایر اقوام را مشهود می کند، باورهای قبیله‌ای است که سیاستگزاران پشتونها بعد از احمدشاه دورانی آن را دنبال می کنند. بر اساس این سیاست که اکنون مبدل به ارزش و باور برای افراد طالبان شده، اقوام غیر پشتونی باید در پیرامون قدرت رانده شده و مرکز قدرت با ساختار تقومی پشتونها مستحکم شود. در تاریخ سیاسی افغانستان رویکرد قومیت حرف اول و آخر را در سیاست زده است. عبدالرحمن حاکم بود که با شکستن خودمختاری اقوام غیر پشتونی تقومی سازی قدرت سیاسی را بنیان نهاد. هرچند در زمان حکومت حبیب‌الله کلکانی و حکومت مجاهدین بریدگی اندک در سلسله قدرت پشتون‌ها آمد، اما طالبان دوباره تقومی سازی قدرت را در سال 1375 خورشیدی پابرجا کرد. حنفی: پالیسی ما این است که هرگز خواهان رسیدن ضرر به مردم ملکی نیستیم. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ملا محمد حسن آخوند، نخست وزیر حکومت طالبان، در دیدار با جمعی از عالمان و بزرگان اهل تشیع گفته است که پالیسی حکومت این است که هرگز خواهان رسیدن ضرر بر مردم ملکی نیست. این دیدار روز دوشنبه ششم سرطان انجام شد و در آن شریفی بلخابی به نمایندگی از اشتراک کنندگان گفته است که مردم بلخاب مردم سلدوست و تندوز بوده و خواهان هیچ گونه مشکل نیستن. آقای بلخابی اضافه کرده است مسببین مشکلهای اصلی فردهایی هستند که از این مسائل استفاده سو میکنن. در این حال عبدالسلام حنفی تصریح کرده است امارت اسلامی هرگز خواهان رسیدن ضرر بر مردم ملکی نیست، بلکه پالیسی نظام امارت اسلامی این است که در برابر هیچ وطندار خود موقف گیری نمی کند. این در حالی است که چند روز به این سو درگیری ها میان طالبان و نیروهای تحت امر مولای میری مجاهد فرمانده از ارتبار طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جریان دارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش.